جلسه گذشته رسیدیم تا در واقع هاشور احجام، هاشور مکعب با تناسبات مختلف، اومدیم مکعب رو هاشور دادیم و همچنین استوانه ها رو اومدیم هاشور زدیم و همینطور هرم، که لازم هست برای این بخش احجام رو با تناسبات مختلف ترسیم بکنید و هاشور بزنید. اما این جلسه، جلسه چهارم، قرار هست ما یه سری بازی های خیلی ساده رو با احجام انجام بدیم و قبل از اون ما یه تعریف از اشکال احجام داشته باشیم. ببینید وقتی صحبت از شکل میشه، اشکال ماهیت دو بعدی دارن. و همونطور که جلسه اول هم صحبت کردیم راجبش، محور X داریم و محور Y برای ترسیم اشکال دو بعدی. دایره بیزی اما بعد از اشکال میرسیم به احجام. این مربع رو من تبدیلش میکنم به مکعب مربع. دیگه من به این نمیتونم بگم مربع، اسمش میشه مکعب مربع. این یکی میشه هرم. این دوتا میشن مکعب مستطیل. لازم هست این احجام رو ما با تناسبات مختلف ترسیم بکنیم. دایره میشه استوانه، بیزی هم میشه استوانه. اما فرق این دوتا توی کیفیت‌های فیزیکی اوناست، در واقع فرقشون توی فرمشون. هر دوتا استوانه هستن، اما علی‌رغم اینکه دوتا استوانه هستن، اما کیفیت‌های فیزیکیشون با همگی فرق میکنن. بعد از اینا میرسیم به فرم. توی این بخش ما میخواییم یه سری بازی های خیلی ساده رو با این حجم انجام بدیم، که این بازی های ساده ما از چند بخش تشکیل شدن. ببینید الان این فرمو، در واقع این حجمو، الان حجمه اینو من اگر بخوام به یک فرم تبدیلش بکنم، باید رو خصوصیات فیزیکی این حجم کار بکنم. مثلا بیام یک قسمتش رو پخ بزنم، یک قسمتش رو گرد بکنم. برای شروع بازی احجام، برای شروع این مبحث، ما اولین تغییری که ایجاد میکنیم، میایم گوشه حجممون رو گرد میکنیم. حالا به عنوان مثال این مکعب مستطیلی که من اینجا دارم، ببینید میتونم دو تا نقطه مشخص کنم و یکی یه خط افقی ترسیم بکنم، این گوشه رو به این شکل گرد بکنم. ببینید
این خطی که اینجا میکشم وسطش با این خط مماسه، اینجوری خط عمود میکشم میارم پایین، مرکز این خط رو میارم پایین، این همین خط رو اینجا تکرار میکنم. بعد این قسمت یک گرد کردم و هاشورای عمودی میزنم، اینجا متراکم، اینجا فاصله رو، فاصله خطوط هاشور رو بیشتر میکنم. این یه مکعب مستطیل. خب حالا میریم سراغ یه مکعب مربع. گوشه های اینو میخوام گرد بکنم، مثلا این طرف رو دو تا نقطه مشخص میکنم، یه نقطه هم وسط این خط. پس دو تا نقطه داریم، یک دو سه، این دو تا میشن پای قوس، این نقطه میشه رأس قوس. اینجا یه خط عمودی میکشم میارم پایین. خب بچه اینجا رو دقت بکنید، ببینید من برای اینکه بهتر بتونم این تمرین رو انجام بدم میتونم مکعبای خودم رو شیشه‌ای بکنم به عنوان مثال. من مکعب رو دوباره ترسیم میکنم. بعد از اینکه مکعب رو ترسیم کردم خطوط داخلی این مکعب رو شیشه‌ای میکنم به این حالت، در واقع وای فریمش میکنم، خطای داخلش هم میبینم. اگر این کارو بکنیم راحت تر میتونیم این تمرین رو انجام بدیم. حالا اگر من اینجا این خطوط رو شیشه ای بکنم، اینجا میتونم سطح پایین مکعب به راحتی ببینم و درکش بکنم. الان من این نقطه هم میارم پایین، سه تا نقطه که بالا داریم منتقل میکنیم پایین، یک و دو، اینم نقطه سوم اینجا. این همین خط رو اینجا تکرار میکنم به این حالت، لبه ها رو به هم دیگه وصل میکنم این تا اینجا، بعد شروع میکنم با هاشور زدن. خب میریم سراغ مکعب بعدی. حتما سعی بکنید این حجم رو با تناسبات مختلف ترسیم بکنید، کاغذ رو نچرخونید و مستقیما با راپی ترسیم بکنید. حالا این گرد، در واقع گرد کردن رو من تو جهت‌های مختلف انجام میدم. ببینید این رو اول میام شیشه‌ای میکنم، یه نقطه، دو نقطه، سه نقطه. بچه دقت بکنید، دقت کنید که این فاصله رو میگیم خیز، این فاصله رو میگیم خیز. خیزا نباید زیاد بشن، خیز قوس ها اگر زیاد بشن گردی های شما تیز میشه، خراب میشن. کار بعدی که انجام میدم این لبه ها رو به هم دیگه وصل میکنم. هاشور اینجا متراکم تره، اینجا تراکمش کمتر میشه. حتی اون طرفش هم میتونم گرد بکنم. ببینید یه دونه دیگه، یه دونه دیگه. پس این تمرین شد
این مبحثمون در واقع شد بازی با احجام، که این بخشش که مربوط میشه به گیر کردن و گوشا فقط برای مکعب استفاده میکنیم این تکنیک رو. نقطه اول، دوم، سوم. شیشه ایش میکنم. نقطه ها رو منتقل میکنم اون طرف. سعی کنید این گرد کردن رو تو حالتهای مختلف انجام بدید. مثلا این پایین هم میتونم گرد بکنم. این لبه رو میبینم اینجا، اضافهش میکنم. حتی اینجا رو، نقطه اول، دوم، سوم. خب این بخش اول. اما بخش بعدی تمرین ما در واقع میشه کرف کردن و منحنی کردن عضلا. به عنوان مثال من یه مکعب مربع رو ترسیم میکنم. شیشه ایش میکنم. خوب دقت کنید، دو تا نقطه رو مشخص میکنم. اینجا یه برش منحنی ایجاد میکنم به این حالت. این منحنی ایجاد کردم. این دو تا نقطه رو منتقل میکنم، میارم پایین. این نقطه هم همینطور، این همین خط بالایی رو پایین تکرار میکنم. لبه ها رو به هم وصل میکنم و بعد شروع میکنم با هاشور زدن. دقت کنید که این هاشورهایی که میزنیم، این هاشور و حالت اون حجم رو بهتر نشون میدم، باعث میشه اون حجم برای ما فرمش قابل درکتر بشه. میتونیم رو خصوصیات فیزیکی اینا بیشتر کار بکنیم. مثلا استوانا رو من ترسیم میکنم. یه دایره، لبه ها رو میگیرم میارم پایین. اینجا یه خط افقی، دو تا نقطه مشخص میکنم. البته این کاری که من دارم انجام میدم با کاری که اینجا داشتم انجام میدم این مقدار فرق میکنم. این کار من روی استوانه دارم انجام میدم. رو خصوصیات فیزیکی استوانه دارم کار میکنم. هاشورایی که اینجا میزنیم با هاشورای قبلی فرق میکنن. آهسته ترن. به این خطوط میگیم خطوط سگمنت، خطوط شکل دهنده این حجم. این حالت سطح رو هم هاشور افقی میزنم. حالا من اینو میتونم به صورت افقی هم ترسیمش کنم. این حالت عمودی بود، حالا به صورت افقی. دقت کنید برای استوانه حتما مقطعتون باید مربع باشه.
اینجا هم یه خط مورب موازی این خط. اما میرسیم به احجام کرو. یه مکعب مستطیل ترسیم میکنم در ادامه این کاری که اینجا انجام دادم. ببینید یه قسمتی از این مکعب مستطیل رو میخوام فرم کرو ایجاد بکنم. اول محدوده رو مشخص میکنم، این مکعب رو شیشه ای میکنم، این حالت رو ایجاد میکنم، محل برخورد این خط با این خط و این خط دوتا نقطه مشخص میکنم، نقطه ها رو میارم پایین. اون اندازه‌ای که خیز ایجاد کردم پایینم مشخصش میکنم، این نقطه هم میارم پایین. پس اینجا هم دو تا نقطه پایین داریم، در واقع چند تا نقطه میشه؟ 1 و 2 و 3 و 4، 4 تا نقطه هم پایین. 1 2 3 4، لبه ها رو به هم دیگه وصل میکنم، بعد شروع میکنم با آشور زدن. هاشورا باعث میشه که این در واقع فرم قابل درک‌تر بشه. به این حالت حالا ما اینو باید تو حالت‌ها و زوایای مختلف ترسیم بکنیم به صورت ایستاده، و این حالت باز از دو بخش تشکیل میشه. یه حالت بهش میگیم پلان و یک حالت هم نما، که من تا اینجا نگه میدارم جلسه چهارم رو و ادامه بحث احجام کرو و منحنی رو تو جلسه آینده ادامه میدم.